من اینجا میخواستم ضمن تشکر از جمله ندایی عزیز و همینطور بر همه دوستان یکایک برنامه رو کم کم شروع بکنیم و قبل از شروع برنامه من خدمت دوستان بگم که در لینک گفتمان که بالا هست اگر نگاه کنین بعضی از صحبتهایی که جمله عزیز داشتن یا مطالب دیگر رو اونجا گذاشته شده میتونین مراجعه کنین، حالا یا در این وقفه که داریم یا بعد از اون ببینین. در این حال همه میدونیم که امروز ریحان جباری بعد از 7 سال که در زندان به سر برد اعدام شد. در اینجا دوست ما پرتو یاران سروده‌ای داره در این زمینه که بعدا پخش خواهیم کرد و همینطور مطلبی رو نوشتن بعد از اتمام صحبت جمیله عزیز و سوال و جواب ها که اون رو من خواهم خوند. در اینجا من دوست دارم که جمیله عزیز رو میکروفون رو به جمیله عزیز بدم. جمیله همونطور که میدونین فیلمساز، محقق و فمینیست اکتیویست هستن و امروز در رابطه با جنبش زنان و مشکلات مبارزه برای ما صحبت خواهند کرد. جمیله عزیز بفرمایید، میکروفون در اختیار شماست و میتونیم فکر کنم بحث رو شروع کنیم. سلام دوستان عزیز، اگر صدای منو میشنویم یک علامتیه این. بله، خیلی ممنون از پرواز و مسئولین این اتاق که منو دعوت کردین. من در واقع خیلی کوتاه، زیاد طولانی صحبت نمی کنم، بحث تئوریک نمی کنم، فقط اشاره می کنم به این تیترهایی که گفتم برای اینکه بحث و گفتگو باز بشه. وارد دقایق زیاد نمیشم برای اینکه فکر میکنم که جنبش زنان ایران حتی برای زنان که در مبارزه هستن زیاد شناخته نیستش و زیاد هم قابل توجه نیست به دلیل تمام اتفاقاتی که هر روز دائما در ایران داره میافته، مثل مثلا همین اتفاقی که الان افتاده، همه متمرکزن روی به مسئله اسید پاشی که فوری و به هر حال خیلی احساسی باید باش برخورد کرد. دائما چون با این وقایع روبرو هستیم یا مثل اعدام، فرصت زیاد دقیق شدن و شکافتن دلایل همیشه در حد سوال میمونه و متأسفانه این روشه که حکومت ایران 35 ساله داره انجام میده که فرصت تفحص در باره اتفاقات یک انجام نشه، دوم اتفاقات جوری بیفته که همدیگر رو حفظ کنن، مثلا همین اعدام الان یه مقداری زیادی خب نظرات معطوف میشه از مسئله اسید پاشی و خشونت به زنان به مسئله اعدام که هر دوش رو راجع بهش باید کار کرد و مبارزه کرد، ولی نیروی مبارزه تقسیم میشه. از این من یاد داشتم یه در این من فقط نگاه میکنم اگر بله صدا هست، فقط اگر صدا نبود اگر یادداشتی هستش پرواز عزیز گفتش که زحمت میکشه و اگر جاهای مفهوم نبود یا کسی توضیح خواست ازش بپرسن من اون رو رعایت خواهم کرد به هر حال طبق قوانینی که اینجا وجود داره. به 37 سال گذشته جنبش زنان که من سریع نگاه می کنم، به طور خلاصه دو جریان فکری تفاوت‌های عمیق در روند مبارزه زنان برای آزادی و رهایی در مقابل هم قرار گرفتن. البته در میان این دو نظر، دو جریان،
نظرات، خواست ها و حتی ایده های ایدئولوژیک هم که با هم فاصله های زیادی دارن و بیان متفاوت و رفتار متفاوت دیده میشه. به طور خلاصه جریان اول از همون روزهای اول انقلاب به تغییرات از بالا و قدرت های سیاسی حکومت و جریان های سیاسی چپ متمایل به قدرت مذهبی دل بستن. البته گاهی حتی جریان های چپی که متمایل به قدرت مذهبی نبودن ولی در مبارزه بودند هم به نحوی در حس جنبش مستقل زنان دست داشتن. به نظرم بعد از سرکوب تظاهرات و اعتراضات وسیع زنان علیه حجاب اجباری که حدود 4 سال علنی و بعد به صورت سرپیچی های مدنی ادامه یافت، کم کم زنان مجال و امکان حرف زدن پیدا کردن، اما در ایران در چارچوب مصوبات قانونی اسلام سیاسی فقط در اون حدود میتونستن کار کنن اونهایی که در ایران بودن. برای اینکه حکومت مذهبی به سرعت بعد از اعتراضات وسیع اسفند 57 غیر از اینکه دیگر اندیشان رو سرکوب شدید کرد، در سطح جامعه به سرکوب‌های آزادی‌های دموکراتیک هم به شدت پرداخت و کاملا قدغن کردن آزادی بیان و بستن مراکز و اشغال کردن نشریات خیلی مهم بود. برای این کار حتی بودجه وسیعی هم گذاشت، حتی نشریات مستقل رو در اختیار گرفت و بودجه گذاشت برای یک جور تبلیغ ایدئولوژی مذهبی. در مورد زنان، مرکز مطالعات زنان به سرعت به وجود اومد که یک گاهنامه تئوریک بود به اسم فرزانه ترجمه میکرد، ولی تقریبا یک اداره وسیع بود که زنهای زیادی اونجا کار میکردن و سردبیرش سالها خانم محبوبه عباس‌قلی‌زاده بود که امروز تلویزیون زنان رو در واشنگتن داره با بودجه دولتی امریکا. البته مجموعه نشریات کیهان بعد از اشغال انقلابی، کیهان روزانه به حسین شریعت مداری داده شد و دار و دستش، و زن روز به شهلا شرکت که بعدا زنان رو منتشر می کرد که یه موقعی سر حکومت احمدی نژاد کمی تحریر رو دوباره راه افتاده به اسم زنان نو که در واقع جایگاه اصلاح طلبات و گاهگاهی به مطالب و به کسای دیگه هم جا میدن، و نشریات بسیاری که برای زنان اسلامی ولی همگیر نشد. نشریه زنان به هر حال برای توقف کردن جنبش زنان و مغلط انداختن بسیار مهمه، چون عده زیادی از دانشگاهیان خارج از کشور اون تو مطلب چاپ میکنن در حدودی که میشه در ایران صحبت کرد. بیرون یک کمی بازتر صحبت میکنن ولی اونجا در واقع جنبش زنان رو که مخالفه و منتقده حس میکنن. جریان دوم اما از اول انقلاب که به شدت سرکوب شده بود، که به همراه دیگر اندیشان فرهنگی و سیاسی همه مراجع عمومی و اجتماعی رو از دست داده بود، زندونی شدن، دستگیر شدن و در نهایت عده زیادیشون مجبور به خاموشی شدن، به ساکت شدن، و شرایط زندگی که میدونیم که در سال بین سال 57 تا 59 950 هزار نفر کارمند زن اخراج شدن از ادارات دولتی.
این توی نشریات خودشون رو توی نشریات فرزند چاپ شده که چاپ شده بود این مطلب فرشته شاه حسینی تخص کرده بود که در واقع مجبور شد بیا به تبعید. این زنانی که توی جنبش زنان بودن و توی جنبش مستقل زنان بودن، اونایی که در واقع دستگیر نشده بودن توی سازمان های سیاسی و تبعید نشده بودن، ادبی زیادیشون زیر فشار تأمین مالی زندگی روزانه‌شون امکاناتشون محدود شد. اما همین شرایط باعث نشد که از پای بنشینن. مبارزه همینجور ادامه داره تا همین امشب به نظرم در ادامه مبارزه زنانه که یک محفل اجتماعی سیاسی در حال امکان میده که متمرکز روی مسئله مبارزه جنبش زنان ایران صحبت کنیم. اما اگر بخوایم راجع به مشکلات صحبت کنیم، مشکلات مبارزه برای آزادی و رهایی زنان در واقع توی این دوتا جریان شکل گرفته. به یک شکل سالها من تردید داشتم، حتی الان هم، به زنانی که در جریانات اصلاح طلبن یا در شکل‌های نزدیک به قدرت به یه نحوی کار میکنن هم توی جنبش زنان هستن، چون بسیار اکتیون، برای تمام آسیا اکتیون، برای ایده های خودشون که خیلی وقتا تبدیل به ضد زن میشه. مثلا یه نکته ای رو خیلی دارم خود امشب بگم، چون برخوردم شدیدم دوباره برای طرفداران خانم زهرا رهنورد که در امریکا به عنوان فمینیست پارسال، مهمترین فمینیست سال بهش، پارسال یا پیرسال بهش جایزه گنده ای دادن، کتاب شروع کردن اینا به کارهای تئوری کردن. از موقع که وارد جنبش سبز شد این کتاب ها توی ایران، کتاباش توی ایران جمع شد، ولی من دارم مطالبش و همه مطالبی که چاپ کرده بود از اول انقلاب، و کتاب مشهورش سفر به زنان بود که پروژه اسلامی کردن زنها رو دارن و این روزها در، من فکر میکنم که این حجاب انتخابی در بین مسلمانان برنامه‌ریزی تئوریک شدید نسبت بهش شده که خیلی ها نسبت بهش بی‌اعتنا میدن و به خصوص ایرانی ها. این زنان جریان اول در حکومت اسلامی فرصت زیاد پیدا کردن و نگاه به قوانین و کوشش بسیار مختصر برای تغییر، یعنی زنانی که نزدیک به قدرت معتقد بودن که توی قدرت میتونن چیزی رو تغییر بدن، در واقع تغییرات کوچیکی رو موفق شدن، مثلا مثل سن ازدواج که به 8.5 سال، یعنی به 9 سالگی در قانون اساسی جمهوری اسلامی تبیین شده بود، تونستن تغییر دادن به 13 سال. ولی بیشتر مطالعاتشون و جستجوشون و شناختشون معرفی مقام زن در اسلام و از این طریق تسخیر وسیع عرصه اجتماعی در ایران بود و خیلی این وضعیه وسعت پیدا کرد. محققین بسیاری که از طیف چپ بودن در به خصوص جامعه شناسان و مردم شناسان و در خارج از ایران تحصیل کرده بودن و کارهای دیگه‌ای در واقع قبل از انقلاب میکردن، تحقیقات دیگه‌ای داشتن، وقتی میریم به زندگیشون نگاه میکنیم، این بورس ها قبول میشد، به مطالعه و بررسی خواستهای زنان مسلمان و زنان قوانین اسلامی پرداختن. مثلا اولین زنی که ترم فمینیسم اسلامی رو به کار برد اسمش خانم حاله افشاره که در لندن هنوز تدریس میکنه در یورک و به مقام لردی رسیده و خیلی دعوت میشه توی بی بی سی برای مسائل زنان صحبت بکنه.
و تخصصش مطالعه زندگی زنان کشورهای مسلمانه و زنهای کشورهای مسلمان رو در واقع در شکل اسلامی توضیح میده. مطلقا شانسی به نظر من خانم آقای افشار نمیده به ترقی خواهی یا جدای دین از دولت یا رها شدن از دین زنان. هیچ وقت من ندیدم که کاراش شد کنی، کتاباشم روی اینترنت هست. یه خانم دیگه ای که از طیف چپ بود و مردم شناسه، شهلا حائری، که در واقع از با افسانه نجم آبادی و گلناز امین از بنیانگذاران بنیاد پژوهش های یعنی بنیانگذار بنیاد پژوهش های زنان هم که از سال دوم فاصله گرفتن، از سال دوم یا سوم فاصله گرفتن از سمینار از بنیاد پژوهش های زنان، خانم شهلا حائری، کتاب مشهورش که تز دکتراش هم بود و چاپ شد و خیلی مطالعه شده در این 35 سال در ویمن استادی، یعنی مرکز مطالعات زنان در امریکا، در کشورهای اروپایی و کشورهای دیگه، اسمش از قانون لذت The Law of Desire، که به توجیه علمی امر صیغه در اسلام شیعه و مباحث اجتماعی انقلاب جنسی می‌پردازه، که در واقع فرمول‌هایی که اینها پیدا می‌کنن توی جمهوری در حکومت جمهوری اسلامی از این ترم‌های دانشگاهی فرموله شده از طرف اونها. من توی مجلس ایران هم از طرف نماینده های زنان بنیادگرا شنیدم، خانم مثلا نگره توریدی که امسال هم در چیز بودن جز اینا محسوب میشن برای من، ولی به اندازه اینا اهمیت نداره چون نتونسته جلوتر بره. زیبا میرحسینی مثلا کتاب های متعددی داره که به نام برابری و عدالت و فمینیسم به روشنفکران و اصلاح طلبی و توجیه شرایط زنان در ایران می‌پردازه و در مباحث در واقع دفاع می‌کنه از زنهایی که ما هرگز جز در مجلس و در مت خواستای تئوری حکومت اسلامی چیزی ازشون نشنیدیم در مورد زنان. مثلا فریبا عادل خواه، محقق علوم سیاسی که پست بسیار مهمی داره در علوم سیاسی فرانسه، ایران مدرن رو از طریق زنان اسلامی و مراسم عاشورا و تاسوعا تحلیل کرده و معتقده که در اصلا در ایران دموکراسی حاکمه و این خواست همین مردم. لیست این زنان که از کمک های دولتی فراوان به نظر من برای فریب و تحکیم نابرابری دفاع می کنن بسیار زیاده، بسیار طولانیه، من فقط به چند تا اسم اشاره کردم. بسیاری از زنان جنبش زنان که من می شناختم در ایران از طریق این زیر فشار این نظریات تئوری که این خانوم ها از جنبش پرد شدن بیرون، نه نظریات متأخری و این اسلام شناس های مرد که راجع به زنان صحبت کردن، چون این زن ها در واقع ترم های دانشگاهی بسیار لایق و علمی رو میگیرن و تحمیل میکنن اسلام رو در جنبش زنان. اینا رو میشه گفتش که اینا هم توی جنبش هستن ولی بر ضد زنان به نظر ما، به نظر من. من از این مقدمه نتیجه میگیرم که این زنان در جنبش زنان ایران فقط مسئله پدرسالاری یا یک جور زن ستیزی درونی شده در ذهن مرد ایرانی نیست که باش روبرو هستن، با دشمنان در مبارزه با دشمنان همجنس خودشون هم روبرو هستن. به شدت در داخل
در واقع زنها با خشونت قانونی اسلام سیاسی روبرو هستند، در خارج با هجوم خشونت بار دانشگاهیان توجیه کننده اسلام سیاسی و نابرابری، و نکته مهم دیگه حذف کامل زنهای در واقع دیگر اندیش توی جنبش زنان از رسانه های جمعی جناح‌های مختلف حکومتی و پدر سالاران مخالفان سیاسی حکومت ایران. در واقع در بین مخالفان سیاسی حکومت ایران هم جنبش زنان هرگز جدی گرفته نشده، به شرطی که فقط جاهایی به زنان جا داده شده که در چارچوب فکری اون مخالفان سیاسی بتونن خودشون رو بیان کنن و در واقع زن بودن خودشون رو به نظر من و خشونت به زن رو که به شکل‌های مختلف صورت میگیره در واقع با تئوری‌های دیگه تعریف کنن. اما در قسمت خواستای زن ها در داخل ایران، اونایی که میتونستن صدای خودشون رو بلند کنن ناچار به رفرم های خیلی کوچیک که اشاره کردم تن دادم و عده زیادی سعی کردن خشونت های خانگی و خشونت های لفظی یا خشونت ها رو تعریف کنن و در واقع توی چارچوب اصلاح طلبی و مبارزه خاموش و آرام و ساکت به پیوندن و آموزش های مثلا رفاهی برای زنان و این چیزها. اما خواسته زنان در خارج از ایران به نظر من روز به روز سیاسی تر شد. البته بحث بسیار طولانی ما داشتیم وقتی در خارج از زنهای راجب زنهای جنبش مستقل زنان صحبت میکنم که برای اتفاقاتی که در از سال 57 افتاد در جنبش زنان ادی زیادی خیلی خیلی زیادی از زنان وقتی تنها موندن در مقابل حکومت و سازمانهای سیاسی اعلام کردن که ما جنبش مستقل زنانیم. یعنی اگر هوادار سازمان های سیاسی مختلف هستیم ولی در جنبش اجتماعی، در جنبش مستقل زنانیم. سالها در واقع در خارج از ایران توی اروپا، توی کشورهای اروپایی، انگلیس، فرانسه، آلمان، خیلی زیاد سوئد، ما سمینارهای متعدد داشتیم درباره سیاسی بودن و یا سیاسی نبودن جنبش مستقل زنان که این باعث شد که به نظر من بیشتر روز به روز بیشتر سیاسی بشه، برای اینکه تئوری‌های مبارزات زنان در تاریخ مطالعه شد، به چالش کشیده شد و یاد گرفتن زبان کشورهای میزبان باعث شد که با آشنایی خیلی زیادی با مبارزات فمینیستی جهانی به وجود بیاد و کم کم پیشرفت تکنولوژی جدید و ارتباطات وسیع و آزاد یک در واقع انقلاب جهانی برای ارتباطات سریع و روابط دموکراتیک افقی رو باعث شد و زنان امکان فراوانی برای آموختن پیدا کردن و به خصوص این که خیلی راحت تر زنها کسانیش که در لباس مبارزه اونا رو به سازش و آرامش یا پذیرش وضع موجود دعوت می کردن زودتر فهمیدن و آشنا شدن. به نظر من از روزای اول انقلاب تا امروز هنوز در جنبش زنان ایران نظرهای مختلف سیاسی رو به درستی بررسی نکردیم و از پیچیدگی‌های کار مبارزه که
روشن کردن خواستها در مبارزات سیاسی و درکای متفاوت از تعاریفه و اندازه کافی به زبان فارسی کار نکرده. به طور خلاصه امروز با دو جریان وسیع نظری روبرو هستیم. جریانی که در چارچوب همین نظام حکومتی رفرم میخواد و جریانی که از روزهای اول انقلاب تا امروز مشروعیت این نظام رو زیر سوال برد به سرعت و هنوز زیر سوال داره و هر روز بیشتر و بیشتر خواهان بر کناری این حکومته. یعنی هیچ راهی برای رهایی زنان در این چارچوب فعلی نمیبینیم. اما این باعث نمیشه که این دو جریان با هم در اون جایی که میتونن گفتگو نکنن. اما این جریان دوم جنبش زنان که خواهان در واقع بر کناری این حکومتن، مطلقاً در هیچ جمع سیاسی حضور ندارن و دعوت نمیشن. به نظر من جنبش زنان ایران حتی بیشتر از جنبش های اجتماعی دیگه درگیر سیاست زن ستیز و آزادی گریز این حکومته. در حکومتی که شکنجه و آزار و خشونت به زنان قانونیه، چطور میشه به قوانین برابر دست پیدا کرد؟ به خصوص اینکه قانونگذاران و مسئولین هرگز برای زیر پا گذاشتن حقوق انسانی زنان تنبیه نشدن. فرهنگ سرکوب زنان چنان در آسان حک شده که حتی رسانه های مدعی بیطرف بودن در خارج از کشور مثل بی بی سی، صدای امریکا، ایران فردا، دویچه وله، زمانه، نشریات اینترنتی و بقیه تقریبا یا زنان رو بالکل حذف کردن یا بی اعتنا هستن به مسائل زنان، یا اینکه زنایی رو که به کار گرفتن زنایی رو که به کار میگیرن در چارچوب نظری مردان برنامه ریز با توافق اونها به کار میگیرن. اگر زنی پیدا بشه که اون نگاه رو یا اون برنامه رو زیر سوال داره، اصلا حتی حرفش گوش داده نمیشه. یکی دیگر این که یه مسئله دیگر اینه که خطوط قرمزی که این رسانه ها به کار میبرن برای ارتباط با ایران به بهانه این که خطر تهدید خانواده هاشون در ایران هست و در واقع به بهانه رعایت دموکراتیک نظر دیگران، حتی همیشه کسانی رو از ایران دعوت میکنن که به هر حال در ایران مشکلی ندارن و حتی اگر خصوصی به مسائل زنان حساسیت نشون بدن، به این بهانه از مطرح کردن عمیق مسائل به روشنی کناره میگیرن، رعایت نمی کنن. مثلا بگم مثلا اگه لیلیتی مثلا با اینکه همه اونایی که کار میکنن مسئولینشون از همکارای قدیمی هستن، مثلا در برنامه بی بی سی که به عبارت دوم یک بار که یک زنه به یک جریان فمینیستی اشاره کردن، فقط سمن رو دعوت کردن. سمن برای اون که فکر نمیدونن چیه، زنان اوکراینی هستن، زنان روسی هستن که به بهانه تعریفی که ازشون شد، زنان اوکراینی فکر میدونم آره، یه چندتایی در واقع به خشونت های خیلی وحشتناکی، به خشونت رو با یه جور خشونت تصویری نشون دادن که برای مقابله با این که زنها رو به فحشا کشیده می کشوندن، گفتن این که زن زیبا و هر زن زیبا و لختی فاحشه نیست و با لخت شدن و این نوع کارها که زیاد عمیقا هم وارد مسائل سیاسی نمیشن، در حالی که توی جنبش زنان اگر بخوایم گوش کنیم تمام مسائل سیاسی دنیا به هر شکلیش مطالعه شده و کار شده. ببینم وقتم قرار بود 20 دقیقه صحبت کنم، پول داده بودم، ولی حالا
اینا رو که اشاره کردم به طور خلاصه برمیگردم که این تمام نکاتی که گفتم به طور خلاصه در واقع در بنیاد پژوهش‌های زنان در این 25 سال وجود داشته و هم جلسات رو تحت تأثیر قرار داده، هم روابط رو، هم برنامه ریزی ها رو. برای نمیدونم اینجا چون همه به اسم مستعار هستن، نمیدونم که آیا کسی هستش که در کنفرانس های بنیاد پژوهش های زنان بوده باشه، که من خیلی خلاصه اشاره میکنم چون دقیقا خودم دائما شرکت کردم، دقیق و مبهم میتونم راجع به خیلی چیزا صحبت کنم ولی ممکنه که از حوصله شما خارج باشه، ولی اگر سوالی بود در یه چیز در هر چیز به خصوصی خواهم گفت. امسال بعد از 25 سال سمینارهای بسیار موفقی که بنیاد پژوهش‌های زنان گذاشته بود و در این سمینارها زنهای متعددی برای اولین بار پشت تریبون رفتن، زنهایی که میتونستن از شرایط خودشون صحبت بکنن که هیچ جای دیگه مطمئن هیچ جای دیگه تریبون نداشتن. خیلی مهم بوده به نظر من توی جنبش زنان، ولی مشکلاتی همیشه بوده توی بنیاد از نظر اداره، از نظر انتخاب کسانی که در سمینار شرکت میکنن و روابط آدم ها، که هرگز زنان مبارز جنبش زنان که معمولا تماشاگرهای دائمی این کنفرانس ها هستن نداشتن که این بحران هایی که پیش میاد باعث بشه که بنیاد و این سمینارها تعطیل بشه. ولی و چندین بار وقایعی باعث شده، اگر دوستان نمیدونم چقدر اطلاع دارن، که بنیاد بعد از سال اول که شعلها ایری و افسانه نجم آبادی و گلناز امین در واقع به وجودش آوردن، بعد اون دو نفر محقق رفتن و گلناز امین موند با هما سرشار، در سالهای اول در واقع یه عده‌ای از زنان سابق، از زنانی که در قبل از انقلاب پست هایی داشتن که به سازمان زنان در قدرت منصوب بود، خواستن یه جوری در بنیاد نفوذ کنن، که در واقع عده زیادی از ما که در جنبش مستقل زنان بودیم مقابله کردیم که این اتفاق بیفته. اتفاقی که اما افتاد این بود که گلناز امین و هما سرشار واقعا که اینا تدارک می‌دیدن با میل و وسعت، با آغوش باز در واقع انتقادات ما رو پذیرفتن و همکاری رایگان ما رو برای برنامه ریزی در واقع پذیرفتن و تمام پیشنهاداتمون رو، نه اینکه فکر کنید که رعایت می‌کردن، ولی می‌پذیرفتن و سعی می‌کردن رعایت کنن. بنیاد یه چارچوبی برای خودشون درست کردن که یه چارچوبی در بنیاد به وجود اومد که بشه هر سال توی کشوری برگزار بشه که زنهایی که نمیتونن سفر کنن به امریکا متمرکز نباشه در امریکا، فقط بتونه در جاهای دیگه هم زنها رو جذب بکنه به مسائل ایران و مسائل فمینیسم در جهان. به هر حال امسال چندین بار در بنیاد، از جمله سالی که من در پاریس از مسئولین بودم سال 1997، همیشه با بحران‌های روبرو شد. چندین بار با بحران این روبرو شد که کمیتهی که قرار بود برگزار بکنن به کمک گلناز امین، در واقع گلناز امین و هما سرشار هم اصلا جدا شدن، گلناز امین تنها مونده بود با یه چارچوبی که پیشنهاد میکرد به کمیته های داوطلب و سمینارها برگزار میشد. چندین بار باعث شد که این کمیته ها
لغو بشن به دلایلی، به بهانه های مختلف، مثل امسال. خب از جمله در پاریس هم عیناً همینطور بود که هشتمین سمینار بود، در واقع به اصرار من که پیشنهاد کردم خانم مهرشید امیرشاهی که نویسنده است مسئولیت برنامه ریزی رو در پاریس به عهده بگیره، مطلقا نخواست با زنان جنبش زنان همکاری بکنه و برنامه‌ای که ریخت از نظر مالی سنگین بود که گلناز امین نتونست قبول بکنه. واقعا از نظر مالی بود، وگرنه اگر از نظر مالی میتونستن تحمیل کنن خب انجام میشد. آدم‌های به نظر من آدم‌های جالبی هم دعوت کرده بودن، ولی ارتباطی اون آدم‌ها، بسیار آدم‌های با ارزشی هستن، ولی ارتباطی به جنبش زنان نداشتن به نظر من. و ما در واقع در مدت کمی من و چند نفر دیگه این سمینار رو در پاریس تشکیل در واقع به عهده گرفتیم که یکی از موفق ترین سمینارهای بنیاد بود برای اینکه طیف وسیعی از زنان چپ که توی جنبش زنان نبودن و تردید داشتن کشیده شدن به این سمینار و بعدها دیدیم که موندن در جنبش زنان. امسال دوباره این اتفاق افتاده و هر سال که از این بحران ها پیش می اومد ما سعی می کردیم بین خودمون انتقادات رو مطرح کنیم، ولی مطلقا کاری نکنیم که لطمه بخوره به بنیاد، برای اینکه متوجه بودیم که به خصوص از طرف ایران بسیار سعی می شد که بنیاد، سمینارهای بنیاد کشیده بشه به طرف نظریاتی که با حکومت مذهبی در واقع اختلاف اساسی نداشتن و چندین بار کشیده شد. حتی مثلا چند سال گذشته موقع که بوش سر کار بود در سمینار واشنگتن، به بهانه بوش چون میخواست با ایران جنگ بکنه، بنیاد ناگهان با پوزیشن ضد جنگ آدمهایی رو دعوت کردن کمیتهی برگزاری که توی جنبش زنان نبودن ولی ضد جنگ و ضد امپریالیست بودن و به خصوص خارج از، به خصوص از داخل ایران، که اگر بخواییم دقیق به اون بپردازیم بسیار مهم، چون به نظرم کسانی سخنرانی کردن که اصلا مخالف آزادی زنان و جنبش زنان بودن، چه از نظر فرهنگی که بحث جداگانه ایست که با پرگاه صحبتشو کردیم باید جای دیگه بهش پرداخت، ولی از نظر سیاسی خیلی مهمه. نگاه کنیم امسال وقتی این کمیته محلی مجبور به استعفا شدن یا شاید پیش اومد که فکر کردن باید استعفا بدن، ولی تا بعد از برگزاری بنیاد در یه شهر، در شهری به همون نزدیک به همون شهر اول در سان دیگو به جای لس آنجلس برگزار شد، ولی در واقع این اختلافات رو علنی کردن و یکی از مسئولین خانم الهه امانی که پرگز خیلی خوب میشناستش از همه ما خواست که ما به هر حال راجع به این قضیه بحث کنیم و بنویسیم. خیلی از بعضی از زنان دیگه کمیته های دیگه نوشتن، من همینجا البته ننویسم، برای اولین باره دارم صحبت میکنم روش به این مسیح، و بعضی هم مصاحبه کردن مثل شادی امین و الهه امانی و چند نفر دیگه. من نگاه کردم به این مصاحبه ها، مثلا دیدم که الهه امانی در مقابل سؤالی که ازش شده محدودیت های کمیته برگزار کننده چیه، حرف خیلی جالبی زده، این که ساختار نهادهای مردمی و غیر دولتی و غیر انتفاعی در خلال دهه گذشته به تدریج از حالت عمودی و قدرت محور به ساختارهای افقی چرخان در رهبری و تقسیم قدرت گذار انجامیده. این اتفاق سبب شده که انعطاف بیشتری بین نهادها به وجود بیاد و اگر چنین اتفاقی افته در شرایط بحران در
چه در تنش های درون گروه و چه در تنش های بیرون گروه، گروه میتونه بیشتر مقاومت بکنه. البته این به نظر من نظر درستیه، ولی در واقع این پیشنهاد افقی از دومین و سومین سال سمینار دائما وجود داشت. مثلا در سومین سمینار که توی وین بود، هما سرشار و گلناز امین تمام پیشنهادات ما رو که از کشورهای مختلف میمدیم گوش کردن، پذیرفتن و خیلی از مواردی که اصلا نمیخواستن توی جنبش زنان دعوت کردن به سمینار لس آنجلس. و ما حتی تعریف سیاسی جنبش زنان در شرایط معاصر رو، در زندگی معاصر رو برای موضوع گذاشتیم که پذیرفتن. خود منم اونجا سخنگو بودم و ولی مثلا همین خانم مهرنگی به کارم از ایران دعوت کرده بودن که مطلقا با اون موقع با ترم آزادی که ما میگفتیم موافق نبود، چون زمان جنگ ایران عراق بود و فکر میکرد که چون زمان جنگ اصلا نباید اون نقره های آزادی رو که ما داریم مطرح میکنیم مطرح بشه، چون در ایران وقایع دیگه ایران. میخوام بگم که دموکراتیک بود، با اینکه ما مخالف بودیم با این ایده، ما هر کمونه میدادیم. از ایران معمولا کسایی میمدن که این نظر رو نداشتن، فکر میکردن که آزاده، به خصوص ترم پست مدرنیسم وقتی به طور بدفهمی مد شد در ایران از طرف پست مدرنیسم، خیلی سعی کردن آزادی رو مثل خمیر خانم فریبا دلخواهینا در چهارچوب اسلام سیاسی تعریف کنن که اصلاح طلب خیلی فام گرفتن از این نظر. و چند سال پیشم که در هلند بود، مطلقا آدم های پست مدرن بودن که میگفتن اسلام سیاسی اسلام دموکراتیکی، که مدت میشه راجبش بحث کرد ولی الان چون موضوع ما نیست میرم. من خواستم بهتون بگم که ما زنان جنبش مستقل زنان در واقع از همون سالای اول هرگز گلناز امین رو تنها نداشتیم. اون سالای اول چون به شدت زیر ضرب بودیم، در واقع فکر میکردیم که در شرکت کردن در بنیاد ما رو با اسم شده و توی انجمنهای خودمونم توی کشورهای مختلف میگفتیم که این شعله مبارزه ای که سر کشید توی انقلاب ما باید نگهش داریم روشن که بتونه همه گیر بشه بعدن. و میبینیم که هر بار این اتفاقاتی که افتاده به هر حال تأثیر گذاشته توی جنبش های بعدی، نظرهایی که توی ریعبون ها تون اصلاح بعدی. و ما همیشه از گلناز امین در واقع حمایتش میکردیم، برای اینکه امکان رو میداد و این همراهی رو میکرد با جنبش مستقل زنان. ولی گلناز امین بدون اینکه در نظریات دیگران زیاد دخالت کنه، تا جایی که جای اون به عنوان مسئول و نظرش رعایت میشد، در برنامه ریزی های اینا زیاد دخالت نمیکرد. مثلا در پاریس برای اولین بار من اصلا شرط شرکتم در کمیته این بود که میزگرد زنان زندانی سیاسی بذارم و همه عده حتی توی کمیته و خود گلناز خیلی حراس داشتن از این قضیه و فکر کردن که ضروری نیست، چون زنان زندانی سیاسی به دلیل سیاسی در زندان هم نه به دلیل زن بودن. ولی من گفتم اگر من نتونم این میزگرد رو با اختیار تام به وجود بیارم اصلا شکایت نمی کنم. ولی گفتم باش، به هر حال قبول کردن و دیدیم اونجا که زنان زندانیان سیاسی که اونجا شرکت کردن چیزی که من ازشون خواسته بودم رعایت کردن. یعنی برای اولین بار
راجع به سازمانشون و دلایل سیاسی سازمانشون اگر افتاده بودن به زندان صحبت نکردن. سعی کردن که فیلمش رو من گرفتم دارم، امیدوارم یه روز بتونم آنلاین بذارم، سعی کردن از موقعیت خودشون به عنوان زن صحبت کنن که خیلی خیلی هم سختشون بود، چون اکثرشون از اتفاقاتی که تو زندان براشون افتاده بود مایل نبودن به عنوان زن صحبت کنن، چون انقدر تحقیر شده بودن که این اتفاقی که براشون افتاده بود درشون به نقطه قوت نرسیده بود در مقابل کم، و خیلی اشاره کردن. در واقع بعدها ما دیدیم که زنان زندانیان سیاسی بیشتر نوشتن و کار کردن، و بعضی هاشون اصلا با این که نوشته بودن فکر میکردن جلوی دیگران نمیتونن بگن اتفاقاتی که واقعا براشون افتاده. و من فکر میکنم که اینا خیلی مهم بوده که توی بنیاد، توی زمینه‌های بنیاد اتفاق افتاده. اما مسئله هیئت مدیره چرخشی همیشه مطرح بود، اما همیشه به طرح میشد که یه جوری که بنیاد به وجود بیاد، اما به نظر من اما قابل عمل نبود. به نظر من مهمترین دلیل روشن نبودن ساختمان حقوقی بنیاد. مثلا در اگه نگاه کنیم به سمینار تورنتو که باعث جدایی هموسرشار و بنازنین شد و بسیار وقایع بعدی که اتفاق افتاد که من و شادی امینم در خیلی از جلسات بود، به دقت و از نزدیک هم اختلافات نظری هم مسائل دیگر رو دنبال کردیم، به نظر من بیشتر از اینکه نظری باشه مالی بود. هما سرشار و گلناز گویا مقدار زیادی ضرر کردن، ولی هرگز البته ما نگفتن چه کنیم، چون کمیته محلی نتونسته بود از فروش بلیت مخارج سمینار رو تامین کنه. بعد از تورنتو گلناز و هما هم اصلا جدا شدن، چون سر مسائل مالی واقعا به هما سرشار خیلی فشار اومده بود و راههایی رو پیشنهاد میکرد برای سمینار و شهرهایی رو که گلناز موافق نبود. ولی زیاد این مسئله مالی مطرح نشد، مسئله نظری مطرح شد. و در تمام این سالهایی که من با بنیاد نزدیک بودم و همیشه نظریاتی که دیدم بعضی موقع به عنوان مشاور یا چی رعایت شده بعضی موقع رعایت نشده، خیلی وقتا خیلی آدم هایی رو که میشناختم معرفی کردم که اصلا تو جنبش زنان نبودن و روی مسئله زنان کار کرده بودن یا تو جنبش زنان بودن، اصلا به بنیاد اعتماد نداشتم، خیلی کسا رو من معرفی کردم که به راحتی دعوت شدن. ولی مسئله مالی یه بنیاد که هر سال برگزار میشه هیچ جا منتشر نشد. حتی تا امروز که من دارم با شما صحبت میکنم، سال درست 20 سال پیش میشه فکر کنم، اون دیده 17 سال پیش 1997 گزارش مالی سمینار پاریس رو من هرگز ندیدم. نمیدونم فقط در آمد بوده و چقدر فرش شد، فقط یکی از مسئولین که مسئول مالی بود با گلناز خودش حد کرده بود، داده بود و گرفته بود اینا. و این یکی از مسائلیه که زیاد روشن نیستش در واقع توی بنیاد. من اینجوری که از الان دارم میبینم بنیاد پژوهش‌های زنان رو اگر بخوام از نظر مالی، چون همه چیز رو امروز از نظر اقتصادی برای توضیح دارد، حتما در این اتاق خیلی کسا هستن که وضعیت مالی زندگیشون باعث میشه که نتونن بنده به کافی در راه مبارزاتیشون پیش برن. پس اما میخوام یه دونه تدارات بذاریم، احتیاج به پول داریم، در یک شرایطی زندگی میکنیم که نداشتن پول در واقع ما رو خیلی از بیان ایده هامونم دور میکنه، متاسفانه از در جامعه.
به نظر من بنیاد پژوهش‌های دوای شرکت خصوصی ماری که از نظر حقوقی متعلق به گلنازن، اونم تهیه کننده یه سمیناریه که به کمک کارکنان رایگان، یعنی این کمیته ای که امسال در امریکا چون زندگی و کار میکنن، خیلی جمله خوبی آوردن، گفتن 1000 ساعت ما کار کردیم، کار رایگان. الان ساعت کاری به هر حال یه قیمتی داره، حتی اگه آدم 1 سانتیم بخواد حساب کنه، ولی توی جنبش زنان نسل من هرگز کارهای رایگانی که شده در این تدارک هیچ راجبش فکر نشده. و این ولی سمینار از نظر حقوقی و از نظر مالی که متعلق به گلناز امینی، این پیشنهاد میکنه برای داوطلبان کار رایگان که از زنانی که در جنبش هستن یا نیستن میان، و در مقابل کار رایگانی که میکنن حقی که بهشون میده اختیار موضوع سمیناره و دعوت اونایی که دعوت میکنن و پذیرایی از اونا. و کمیته موظفه در چارچوب یه اساسنامه‌ای که زیادم بنزه پاراگراف بیشتر نیست با نظر گلنازنین برنامه ریزی کنه و به خصوص مخارج سمینار رو تعهد کنه. اما افراد داوطلب کمیته چطوری انتخاب میشن؟ پیچه معلومی چطوری؟ همه زنان از مبارزان جنبش زنان هستن؟ آیا بر سر خواستای زنان رهایی و آزادی زنان نظریات مشابه دارن؟ آیا روشن تکیده هایی که برای سخنرانی میرسه به وسیله چه کسانی خونده میشه و انتخاب میشه؟ با کدام توانایی؟ با کدام شناخت فکری و نظری انتخاب میشه؟ برنامه هنری رو چه کسی انتخاب میکنه؟ با کدام معیاری؟ اینها همه درهایی رو باز میذاره برای اونهایی که در قدرتن یا در عرصه اجتماعی هستن. عده زیادی از زنان جنبش زنان واقفن به این قضایا و سعی میکنن که یک طوری این تغییرات رو باعث بشن، ولی واقعا زورشون نمیرسه. ولی و این شکل موجود بنیاده. ببین توی بنیاد سمینارهای مختلف حتی زمزمه هست که گلناز امین وجود داشت. خودی توی همین پاریس، من میتونم اسم ببرم اگر لازم باشه، موفقیت بنیاد در بنیاد پاریس انقدر بود که کسانی که در واقع برای سازماندهی بسیار در جنبش مهارت دارن پیشنهاد هست بنیاد رو میکردن و اینکه بنیاد رو باید این یادی دیگهی که کار میکنن در دست بگیرن. در شهر سیاتل هم باز این اتفاق افتاد. این باعث شد که خلاصه فشارهایی به گلناز امینی میمد، با اینکه اصلا اعمال نظر سعی میکرد نکنه، بالاخره قرار شد که مثلا چند تا مشاور رسمی داشته باشه. درست که ما همه بهش کمک میکردیم و نظر میدادیم و مشاورین رسمی چند تا شنگ نوائی و هایده در آگاهی که از زنان بسیار اکتیو جنبش مستقل زنان هستن به طور رسمی انتخاب شدن، ولی بعدا دیدیم که اونا هم نتونستن در واقع در پوستای خودشون در مقابل چیزهایی قرار بگیرن، مثل مثلا همین واشنگتن که مثلا تا روزی که رفته بودن اونجا نمیدونستن که دعوت شده، در حالی که قرار بود باشون مشورت بشه چیزهایی که دعوت میشه. مثلا در همین چند سال پیش در سمینار آمسفورد هلند من رفتم، چون گلناز آدم خواسته بود، بدیدم واقعا کمیته محلی اصلا رسما از اصلاح طلبان حکومتی بودن و خیلی هم محدودیت فراهم کرده بودن برای سالان که حتی تو بحث گفتگو نتونن شرکت کنن. و این اتفاقات دائما افتاده و در پشت این جریان ها مقدار زیادی پول ریخته میشه، به خصوص از طرف کسانی که در حکومت ایران میخوان در قدرت باقی بمونن. به نظر
اما این طرف به هر حال زنان جنبش مستقل زنان، زنان اکتیویست بنیاد و سرپاه نگه داشتن این رو. و من فکر میکنم که نسل جدید که دارم میان دارن آگاهی پیدا میکنن به این خواستا و دارن ادامه میدن. اوز میخوام اگر بیشتر مقداری که گفتم هر سادم زنده باد آزادی، زنده باد جنبش مستقل زنان ایران و همه زحمت های این شب رو با اجازه پرواز عزیز و مسئولین دیگه تقدیم بکنیم به لغو اعدام در ایران و تأسفمون از اعدام ریحان جباری و زنانی که میکیله شدن به وسیله اسید درخش جرم فرانسه به کار بودن، زخمی شدن و از شرایط زندگیشون به این بخامت و زنده باد آدم هایی که در این روح و وحشت در ایران میان بیرون و اعتراض میکنن به اتفاقاتی که داره میافته. خیلی ممنونم که منو گوش کردین. خیلی متشکر جمله عزیز، درود به شما، خسته نباشید. دوستان عزیز در لینکی که پایین زده میشه میتونین با صحبت قبلی جمله عزیز، کاراشون و همینطور مواردی که امروز صحبت کردن کمی دو مرتبه مروری کنید. اگر سوالی دوستان دارن حتما میتونن نوبت بگیرن، ولی قبل از اینکه برنامه رو ادامه بدیم با درود به همه دوستان و تازه واردین، تشکر از کسانی که برای اداره جلسه همکاری میکنن و همینطور در فراهم کردن این بحث کمک کردن، تشکر مخصوص میکنم.